ببینیم مشکل از کجاست. امیدوارم که از آی سی دی اس ال نباشه، چون این آی سی کمی نصبشون روی برد کمی قلق داره و به حرارت هم به شدت حساسه. اینجا ورودی تلفن ماست، میاد تو این قسمت بایوس چیپ اصلیمون یا همون سی پی یومون، بافرمون و آی سی تغذیه‌مون. جا این قسمت سولفات زده، مشخصا وارد بردم شده، میبینین که این اتفاق افتاده. معمولا توی همینطور که داری میبینید باز میکنم زیر پایه این خازن میاد، از اینجا میاد به این پایه خازن که میشه اینجا میاد. سلامی دوباره به شما دوستان عزیز، امیدوارم حالتون هر جا که هستین عالی باشه، به کانال خودتون چارسو خوش اومدین. امروز یه دونه مودم برای تعمیر اومده از یک برند نامعتبر، اکراس همچی چیزیه. مشکل این مودم با سایر مودم هایی که توی کانال ویدیوشون رو ساختم کمی متفاوته. مشکلش اینه که همه چیز اوکیه، تنظیم میشه، به سیستم متصل میشه، وای فای کال میکنه، ولی کن DSL روشن نمیشه و عملا اینترنت نداریم. یعنی چراغ اینترنت که اینجاست روشن نمیشه. بارها تلاش شده، فریم خورده، هر کاری که بگین انجام دادن، آداپتور رو تعویض کردن، ولی خب متاسفانه جواب نداره. میدونم که با هم دیگه چک کنیم و ببینیم مشکل از کجاست. امیدوارم که از آی سی دی اس ال نباشه، چون این آی سی کمی سخت گیر میان و اگرم گیر بیاد خیلی گرونه و اگرم پیدا کنین نصبشون روی برد کمی قلق داره و به حرارت هم به شدت حساسه و کلا دیگه باید بیخیال مودم شد. مخصوصا این مودم ها که بینامه نشونن. بله اینجا آی سی دی اس ال همونطور که میبینین به دلیل مدیریت ضعیفی که این برد داره مشخصا خیلی داغ میکنه، پس یه دونه هیت سینک فقط اینجا گذاشتن توی برنده مثل دی لینک و تی پی لینک، برنده معتبر. این مشکل داغی کمی کمتره و این چیپو نداره، این هیت سینکو. جالبه این برد توی سری های زاکسیل هم هست، یعنی برداشون مشترکه. خب کاری نداریم. اینجا ورودی تلفن ماست، میاد تو این قسمت خازن، چوکی که اینجاست، ترانسفورمری که اینجاست و میره تو این آی سی دی اس ال که اینجاست، آی سی وای فای، آی سی بلوتوس، آی سی بایوس، چیپ اصلیمون یا همون سی پی یومون، بافرمون و آی سی تغذیه‌مون. خب کاری نداریم، بریم برای بررسی مشکلمون. چیزی که من اینجا دارم میبینم به گفته خود مشتریم ظاهرا کمی رطوبت به دستگاه خورده و من چیزی که الان از اینجا میبینم مشخصه. حالا من به محض اینکه دستگاه آورد با نگاه کردن به اینجا این قسمت سولفاته زده، مشخصا وارد بردم شده، همونطور که میتونیم ببینید یا نه این قسمت سولفاته زده و اینجا میبینیم که سخت شده. خب بریم که بردو خارج کنیم. این سری برد ها خیلی برد های بد قلقی هن، بد تعمیر هن، مخصوصا تو سری این سری زاکسیل و مدل هایی از این دست. این چیپ دی اس ال خیلی می سوزه. خیلی خوب سوکت به تپ باید تعویض بشه. حالا من سوکت رو از اون کارت در میارم. دو تا پین بیشتر نداره. همینطور که میبینید سولفاته زده اینجا و سبز رنگ شده. وقتی که معمولا رطوبت به با مس ترکیب میشه واکنش نشون میده و
این اتفاق برش میفته. من اینجا هم شما دارین میبینین که این اتفاق افتاده. معمولا تو این سری مشکلات اولین اتفاقی میفته مسیرها از روی بورد کنده میشه و به دلیل در واقع به دلیل رطوبتی که خورده میشه این مسی که روی بورد هست و اون ارتباط باید و برقرار نمیکنه. برای اینم هم همین که اتفاقی افتاده. همینطور این قسمت سیاه شده دیدم. این قسمت اینجا سیاه شده و عملا ارتباطی با این قسمت نداره. اینجا حالا میبینین که هنوز مسیج ریپورت هست و میشه کارش کرد. اینجا سیاه شده. خیلی خوب. اگه هین کار در واقع دستگاه هین کار این اتفاق هاش افتاده باشه، معمولا یه دونه وریستور هم اینجا میزنن مقاومت وابسته به ولتاژ که با صورت موازی توی بورد بسته میشه و حالت عادی بوق نمیزنه. اینه معمولا بر اثر رعد و برق و یا جریان بیش از حد میسوزه. سالم خوشبختانه. اینجا رو میبینید، این ترانسفورمرش هم همینطور که میبینید اینجا هم سولفاته زده. حالا من اینم از روی بورد خارج میکنم. من حدس میزنم ممکنه سیمپیچ داخل اینم دوچار مشکل شده باشه. خیلی خوب دوستان، من با قلکش سیمی نتونستم اینو در بیارم، با قلکش پمپی سیمی هم اصلا نتونستم، مجبور شدم با هیتر در بیارم. این سیمپیچ به بورد چسبیده بود انگار ناموسشه و جدا نمیشد. همینطور که داریم میبینید داغون شده و سولفات زده روی بردم. همینطور که گفتم معمولا توی این مواقع این مسیرهایی که توی برد هست بر اثر رطوبت از بین میرن و نیازه شما سیم کشی کنین. اینجا رو کمی تعمیر کنیم. بله، با کمی تمیز کردن تو که بینید این قسمت اینجا از این قسمت کاملا جدا شده به دلیل رطوبت و نیازی که یک سیم به اینجا به این قسمت لحیم بشه. این قسمت سالم و مشکلی نداره. اینجا هم همینطور. این قسمت که کاملا از بین رفته. کاری که باید انجام بدیم اینه که اجازه بدین از اینجا بله یه دونه سیم میاریم به اینجا متصل میکنیم که میاد تو این قسمت هم مسیره و این هم از اینجا نمیدونم اینم به همین شکله یا نه. حالا اینم من سیم کشی میکنم. خب اینم از اینجا یه دونه سیم به اینجا میکشم بین دوتا و این هم از زیر دنبال میکنم. زیر پایه این خازن میاد، از اینجا میاد به این پایه خازن که میشه اینجا، میارم مستقیما به این پایه که اینجاست متصل میکنم.
برمیگردیم برای من اینا رو متصل کنم برمیام بهتون توضیح بدم. خب دوستان، من سوکت تلفن رو من کلا تعویض کردم، خرابه. همونطور که می‌بینید یه دونه دیگه گذاشتم. این پایی که کلا قطع شده بود و با یه دونه جامپر سیم ترجیحاً از سیم مفتولی کشیدم تا اینجا. برای این قسمتی هم که قطع بود از این خازن میگیرم و میارم به این پایی که اینجا قطع بود. حالا سوکت و چوک رو تمیز میکنم. بعد وقتا پیش میاری چوک سیم پیچی که حالا ترانسفورمر هرچی که هست، این سیم پیچی که به پایه هاشون لحیم شده هم به واسطه رطوبت خورده میشه و دیگه ارتباطی برقرار نمیکنه. اینجا سیمایی که میبینید اینا رو همچی با دقت بررسی کنید. با یه پنس سوزنی چیزی بردارید و تکون بدیم. اگر از رو پایه جدا شد دوباره لحیم بزنید. اگه بتونید لحیم بزنید دوباره کار میکنه، چرا که خیلی کم پیش میاد رطوبت بره داخل مغزی و کلا از کارش بندازه. معمولا ضربه و رطوبت اینا رو خراب میکنه، غیر در غیر این صورت اینش اتفاقی برای اینا نمیفته. خیلی خوب، تو که میبینید امیدوارم که جواب بده. اگه تا اینجا ویدیو خوشتون اومد خوشحال میشم که با لایکاتون از من حمایت کنین. اگه سابسکرایبم ندارین سابسکرایب کانال من حتما بزنید و عضو کانال چارسو بشین تا از ویدیو بعدی من جان نمونید. یک لینک حامی باشم توی دیسکریپشن همه ویدیوها دارم قسمت توضیحات. اگر از من حمایت کنین که خیلی ازتون دو چندان ممنون میشم. خب چیزی نمیمونه، من دیگه فکر نکنم مشکلی باشه. این پایه که اینجا بود، این پایه نمیدونم دیده میشه یا نه. بذاریم من اینم تمیز کنم یه مقدار. اینو با مولتی‌متر بعد. خیلی خوب، حالا میریم که به کابل تلفن متصل کنیم و ببینیم آیا مشکلش برطرف میشه یا نه. خب دوستان، همونطور که دارین میبینید زمانی که مودم آوردن فقط این چراغ سبز اینجا روشن میشد و این قرمز روشن نمیشد. حالا من چون تنظیم نیست به خط تلفنم قرمز، وگرنه این سبز میشه. همونطور که دیدیم بر اثر رطوبتی که پیش اومده بود مسیر را قطع شده بود و ما سیم کشی کردیم و مشکلش کاملا برطرف شد. خب یه چند تا ویدیو هم دارم این بالا میذارم در رابطه با تعمیر مودم، اگه دوست داشتین میتونید ببینید. لایک یادتون نره. تا دیدار بعد و ویدیوی بعد، خداحافظ.